برای سلام علیکم ها ها سلام ها علیکم السلام و رحمت اللهم عجل ای؟ <میرون> و لیکل فرج کدوم یکی؟ کدوم یکی؟ آقا جون ببین بحث با هاشیه نکش یک لحظه یک لحظه ببینید بحث و نمی نمیکشیم اولا من با شما بحثی ندارم من با شما بحثی ندارم که با حاشیه کشیده باشم شما با گفتید اللهم عجل لولی بس... کل فرج گوش کن برادر عزیز برادر عزیز اللهم عجل لولی یک الفرج منظور از شما برد. کی است این ولی که الله سبحانه و تعالی فرج رو نصیب ایشون بکنه قرار قرار امثال شما رو هدایت بکنه ان یا اگه قابل هدایت نباشین بزنه گردنتون بپره تشکر <applause> دش... از ببین برادر عزیز نخلقا. این اینو برای من معرفی بکنید این کسی که قراره که بیاد و گردن ما رو بزنه ایشون کی است معرفی بکنید اسمش اسم پدرش چی کار است قد <applause> کرد ببینید چرا فرار میکنن از این سال هر فرقه شیعه هر فرقه شیعه که امروز در بین فرق اینا ها بگردید سی ست تا فرق هستن اینا تو فرق شیعه نوبختی و قومی و جزایری و دیگه فرق شیعه که در با بار ذکر شده هر امامی که میمرده یا شهید میشده یا از دنیا میرفته رفته به هر سببی که بوده از سیدان علی گرفته تا امام حسن عسکری دوازدهمیش که یک موهوم خیالی است که به دنیا نیمده. هر کدوم از این بزرگوارا که به دنیا میرفتن چهار تا دروغگو مثل قزوینی اینا جمع میشدن میگفتند که آقا امام علی رفته غیبت ابن سبه همینو گفتن. گفت نگفت گفت امام علی رفته غیبت و بعد خلاصه نمرده و دوباره برمیگرده اخازی میکردن از مردم خمس میگرفتن سهم امام میگرفتن آقا آقا داره برمیگرده آقا میاد فلان میکنه بعدش مدتی که میگذشت آقا دیگه رفته دیگه بر نمیگرده غیبت کبرا رفته امام بعدی می اومد خلاص اینا رو تکذیب میکرد و امام حسن اومد امام حسین اومد امام سجاد اومده همین امام حسن عسکری که از دنیا میره بعد از امام حسن عسکری شیعه تبدیل به 20 فرقه میشن هر فرقه ای اینها ادعا میکردن که یک نفر مهدی است یکی میگفتن که امام حسن عسکری فرزندی داشته پنج ساله و خلاصه رفته تو سرداب سامر را و گم شده و در آخر زمان برمیگرده اینا چهار تا نواب داشتن که امتداد همین شیعه اسناشری امتداد همینا هستن چهار تا دروغگو مکار فقط پول مردم رو گرفتن به نام سهم ما یعنی واقعا من میگم نوش جانشان این چهار نفر زیرک بودن میگه تا احمق در جهان باشد مفلس در نمیماند واقعا یعنی چهار نفر نایب امام زمان چهار تا آدم عاقل بودن از حماقت یک مشت نادان جاهل سو استفاده کردن چیکار میکردن میگفتن آقا سهم امام بدید ما برای امام میرسونیم پول میگرفتن از مردم میبردن کیف میکردن با این پولا عیاشی میکردن کنیز میخریدن زنا میکردن شراب میخوردن هر کاری که دلشون میخواست میکردن با پول کی با پول چهار تا احمقی که به نواب امام زمان میدادن تا که به حدی رسیدن که دیگه گفتن که دیگه الان دیگه مرگشون نزدیک است نشه که این قضیه یا کش بشه خلاص دستمون رو بشه بزنن این مردم پدر ما رو در بیارن رفتن چیکار گفتن آقا امام زمان رفته غیبت کبرا چهار تا احمق جاهل دیگه قبول کردن آقا امام رفته غیبت کبرا بعد اینا از دنیا رفتن و خیلی هم با عزت و با احترام اینا این سیاست دشمن های اسلام یعنی عبدالله ابن یهودی واقعا چیزی درست کرد نظامی درست کرد برای اینها که در بین مسلمان ها این قده سرطانی به اسم رافزگری رو اینگونه رشد داد همینطوری که امروز انگلیس ها رو دیدید مثلا در افغانستان امان الله خان رو به عنوان یک استقلال و ملت مجاهد افغانستان گرفتن از انگلیس یک نوکرشون آوردن به عنوان کسی که استرداد استقلال رو کرده بزرگش کردن و ازش قهرمان ساختن در ترکیه مصطفی کمال ترک، در ایران رضا خان در هر کشور در پاکستان محمد علی جنا جاسوس خائن نوکر انگلیس رو آوردن به عنوان یک قائد اعظم معرفش کردن این این سیاست انگلیس دقیقا همین چیز در مذهب تشیع چهار تا دروغگو مثل قزوینی اومدن گفتن ما نایبان امام زمان هستیم خلاص پولاتونو بدید ما به امام زمان میرسیم پولا رو از مردم میگرفتن میرفتن خلاص عیاشی میکردن بعدش هم گفتن که آقا رفته غیبت کبرا یکی اومد گفت که نه برادر امام برادر حسن عسکری که بهش میگن جعفر کذاب این مهدی است یکی گفت که نه فلانی مهدی است یکی گفت نه فلانی مهدی است 20 گروه شدن چیه. بعد از امام جعفر صادق یکی از فرق هایی که بعد از امام جعفر صادق به وجود آمده همین فرقه اسماعیلی است میدونید چرا چون امام فرزندی داشت به اسم اسماعیل ایشون رو به اصطلاح امام تعیین کرد بعد از خودش اسماعیل در زمان حیات امام جعفر صادق از دنیا رفت گروهی از همین یا احمق‌ها بگیم یا زیرک‌ها بگیم المهم گفتن که آقا اسماعیل نمرده اسماعیل غیبت رفته امام زمانی که پیامبر بهش به اصطلاح بشاره داده بود همین اسماعیل است الان فرقه شده به اسم اسماعیلیه در تاجیکستان و افغانستان و مناطق پامیر و بدخشان در افغانستان و تاجیکستان توی مناطق هستند در هند هستند در پاکستان هستند تو مناطق چترال پاکستان اینجا حکومت دارن صدرالدین آقاخان رهبرشون هست مل... یک میلیاردر است از این احمقا پول جمع میکنه به... به نام امام امام نمیدونم چندمشون هست خلاصه همین بازی تا الان جریان داره ادعی شدن اسماعیلی ادعی گفتن نه امام بعدی فلانی است و خلاصه همین حرف برید کتاب اگر حرف منو باور نمیکنی آقا علی بود نمیدونم اسمت کی بودین که منتظر بودی امام زمان بیاد گردن ما رو بزنه شما برید این کتاب فرق شیعه رو بخونید بعد میدونی که شما تو, تو مذهب شیعه چند تا مهدی دارید صدها مهدی هست در مذهب شما هر امامی که از دنیا رفته ده تا بیست مهدی بعد از اون به وجود اومده شاگرد شده مهدی پسر شده مهدی نمیدونم فلان شده مهدی مسخره کردید دینو مردم رو سر کار گذاشتید با این امام زمانتون بعدش بیاد گردن ما رو بزنه این امام زمان به قول خود آخونده خودتون اول گردن این آخونده شما رو میزنه و اون مهدی که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم که پدر و مادر و جان و تن ما فدایش باد بشارت آمدنش رو داده اون مهدی بیاد اول گردن این آخوندهای شما رو میزنه و میاد انشاءالله منطقه نه به این طریقه ای که شما از ران به دنیا میاد و مادرش یک برده و کنیزی بوده که کلیپ ما رو دیدید در مورد مادر امام زمانی از کتابای خودتون که انقدر حالش رو گرفته بودن در بازار برده فروشی که داد میزد که پرده فتم دریده شده در کتاب حق یقین خودتون نوشته الله مجلسی خودتون من حرف ما نیست که بعد بگید که بالا توهین کردن اهانت کردن کتاب الله مجلسی خودتون تو همین کتاب گفته که ایشون داد میزد تو بازار برده فروشی که پرده فتش دریده شد مسخره کردید دین رو امام زمان رو اهل بیت پیامبر رو مورد تمسخر قرار دادید من فقط از کتاب فرقش کم که قول دادم چون حرفایی که میزنیم باید مستند باشه من مسخره بودن عقیده مهدویت در دین شیعه البته ما به مهدی عقیده داریم محمد ابن عبدالله از گرفتن نامش هم شرم و حیا نداریم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اسمش اسم من اسم پدرش اسم پدر من است اما اینا من تحدی میکنم کنم یک شیعه بیاد اسم مهدی رو بگیره چون در کتابای خودشون روایت وجود داره که هر کس اسم امام زمان رو بگیره کافر میشه به خاطر همین میم ها میم دال میگن میم ها میم دال تو هست بعد اسم عجیب و غریب براش گذاشتن که بیشتر به اسم بازیگرای زن هالیوود شبیه است این این حرف هم دلیل دارم اینجا میتونم که براتون از کتابای خودشون نشون بدم مونتا مسخره بودن این دین و چطور اینها دشمنان اسم از اینا سوء استفاده کردن امام حسن عسکری که از دنیا رفت اینها به چند فرقه تقسیم شدن گفتم تقریبا به 20 فرقه تقسیم شدن بعضی از این فرقه رو که چطور اینها تقسیم شدن و اختلافاتی که در بین اینها بود. فرقه اول که بعد از امام حسن عسکری به وجود آمد دوستان عزیز کتاب نشون بدن این فرق شیعه است حسن ابن موسی نوبختی و سعد ابن عبدالله قمی که یعنی مهمترین کتاب اینها در فرق و فرق شیعه در اینجا در صفحه 108 بعد از امام حسن عسکری یکی از فرقا چی گفتن ان الحسن ابن علی حی لم یمت حسن ابن علی اصلا کی امام حسن و غاب بلکه غیبت کرده و هو القائم و او قائم است یعنی همون قائم امام زمان حجت ولا يجوز ان يموت الامام ولا ولد له اصلا امام نباید بمیره حتی فرزند امام نبد لان الارض لا تخلو من امام که زمین از امام خالی نمیشه و قد ثبت امامت حسن بن علی تا اینکه ایشون اومد و این فرقه واقفیه است و یک فیلم است یعنی یک فیلم سینمایی است این مذهب اینا بعد از امام حسن عسکری بعد از اون فرقه 181 ان الحسن ابن علی مات و عاش بعد موته و القائم فرقه دیگه چی گفتن حسن ابن علی مرده ولیکن بعد از مردنش دوباره زنده شده و او امام زمان است که فعلا غیبت کرده لا حول ولا قوه این رو من از ادامش در چون من اینا تقسیم کردم کتاب اینها رو تصاویرش رو جدا جدا این کتاب فرق شیعه است احمد جان نشان بده این فرقه 181 ان الحسن بن علی مات و عاش بعد موتی مرد و بعد از مرگش دوباره زنده شد و هو قائم المهدی مهدیشون هست فرقه دیگه که بن یعنی مثل واقفه بودن که موسی بن جعفر رو عن جعفر بن هون قال انما سمي القائم قائما لانه يقوم بعد ما يموت مثلا قائم معنیش این است که بعد از اینکه مرد دوباره زنده میشه فالحسن ابن علی قد مات ولا شک فی موتی میگفتن که مرده هیچ شک هم نیست که مرده ولا خلاف هیچ خلاف نیست ولا وصی موجود وصی هم نداره فلا شک انه قائم شکی نیست که ایشون امام زمان است قائم است و انه حی بعد الموت که بعد از مرگش دوباره زنده شده لأن الارض لا تخلو من حجت الظاهر که زمین از حجت خالی نمیشه فهو علیه السلام غائب مستتر غائب است پنهان شده بس و سید هر و یملا الارض عدلا که ظاهر میشه زمین رو پر از عدل داد می کم عملی از مانندی که پر از ظلم و جور شد این و انما قالوا انه حی بعد موت او زنده است بعد از مرگش خزعبلات زیادی در اینجا داره فرقه دیگه تا سه تا فرقه رو من اینجا براتون معرفی کردم ان حسن ابن علی توفیه ولا عقب له امام حسن از عسكري مرده فرزندی هم نداره والامام بعدی اخوه جعفر امام بعد از ایشون کیه برادر جعفر است همین جعفری که در مذهب شیعه به نام جعفر کذاب معروف است شراب میخورده دروغ میگفته علیاز بالله ما نمیدونیم این دای اینا در کتاباشون آورده اخو جعفر و الی اوصل حسن امام حسن به این وصیت کرده که ایشون امام است او... جعفر الوصی و این صار مسار دلی امام امام جعفر جعفر کذاب این جعفر کذابی که میگن که الان اینجا یک فرقه ای اونو امام زمان میدونن جعفر کی از عموی امام زمان فرقه اثناعشری ببینید این وضعیت وزی... اینا رو عموی مهدی فرقه اثناعشری امام دوازده هم جعفر کذاب بهش میگن شراب میخورده دروغ میگفته و فسق و فجورم میکرده این شخص مح... امام است امام دوازدهم گروهی از شیعیان است که میگن که این شخص مهدی است فلما قیل لهم ان حسن و جعفر مدال متهاجرین حسن و جعفر با هم دیگه دعوا داشتن متعدین طول زمان در طول زندگیشون و وقفتم على سنای جعفر و مخلفی الحسن و سوء له فی و له می با هم دیگه برخورد داشتن و برخورد زشت داشتن با امام حسن عسکری این دو تا برادر با هم دیگه درگیر بودن تا آخرش خلاصه اینا دلایل برای خودشون دارن که ایشون امام است و ایشون مهدی است و همین کی جعفر کذاب که من روایاتی که در کتاب‌های خود اینها میگن که ایشون به اصطلاح چی است جعفر کذاب است این کتاب اصول کافی جلد یک و دو این هم اینجا این هم شناسنامش در اینجا در صفحه 386 کتاب الحجه اصول کافی جلد یک و و من جعفر فتسائل عن خبره از جعفر پرسیدن در مورد که جعفر کی بوده او یقرن بالحسن جعفر معنن الفسقی کسی که فسقش ظاهر بوده فاجرون ماجنون لات بوده فاجر بوده شریبون للخمور این آدم چیزم میخورده یعنی شرابم میخورده و اقل من رأیته من الرجال و احتکهم لنفسه از مردا کمتر کسی که اینطوری به صلاح عزت خودش رو پایمال کرده باشه خفیف قلیل فی نفسه آدم پست و زلید بوده این آقا که این جعفر این جعفر عموی امام زمان فرقه اثنا عشری است که گروهی از شیعیان همین زانی شا... فاسق فاجر لات شرابخور رو بلا بالله من عذر میخوام از این, از این... کلماتی که در اینجا آمده نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم این آقا رو چیکار کردن؟ امامشون تعیین کردن شده مهدی موعودشون بیدار بشید شیعیان سرتون کلا گذاشتن سالها این از دین عبدالله ابن سعد چرا این چیزا رو نمیگن بهتون چرا در شبکه را سعی مسلم سعی بخاری سعی مسلم سعی بخاری سنن ترمذی سنن ابن ماجه جلد فلان صفحه فلان تهمت دروغ به ابن تیمیه بزن به منهاج السنه بزن به خاطر چی به خاطر که سرتون کلا بگذارم برید کتاباتون رو بخونید برید فرق شیعه رو بخونید که چند تا امام زمان دارید شما اللهم عجل لولیک الفرج کدوم ولی 300 تا ولی دارید شما 300 تا باید فرج داشته باشید. این هم در مورد این آقا من دوباره برمیگردم به فرقای شیعه فرقه بعدی فرقه 184 این فرقه به فانا رجد الى قول به امامت محمد ابن علی المتوفی فی حیات ابیه یک فرقه دیگه بعد از حسن عسکری چی گفتن گفتن محمد ابن علی این برادر حسن عسکری حسن ابن علی رو برادرش که در زمان زندگی پدرشون که امام نهم بشه از دنیا رفته بوده ایشون چی از امام است و زعمت ان الحسن و جعفر ادعی ما لم یکن لهما میگه که این حسن عسکری و جعفر کذاب این دوتا دروغگو بودن اینا امام نبودن ادعای امامت کرده بودن علا لعنت الله علی الكذبین فرقه دیگری چی گفتن؟ گفتن که حسن عسکری اصلا دروغگو بوده امام نبوده این جفر برادرش اینم که ادعای امامت کرده اینم دروغگوست اصلا امام کی بوده؟ محمد ابن علی برادر حسن عسکری که در زمان حیات پدرش از دنیا رفته بوده ایشون امام بوده این فرقه بعدی که بعد از حسن عسکری به وجود آمد من نمیخواستم روی این مس... مع... چیزای اساس شما دست بگذارم چون میدونم براتون خیلی دردآوره اما واقعیت ها رو باید گفت تا مردم بیدار بشن تا کی به قزوینی و مکارم شیرازی و سیستانی چهار تا دجال خبیس دروغگو رو باید انسان ها بخورن فرقه دیگه همین نشون بده احمد جان فرقه فرقه 184 فرقه 185 فرقه شیشومه که بعد از حسن عسکری به وجود آمد ان للحسن ابن علی ابنا سماه و محمد یک فرقه گفتن که حسن عسکری پسری داشته به اسم محمد همین که امام زمان میگن میم ها میم دال چون اگر اسمش رو بگن محمد کافر میشن و دل علی و ایشون راهنمایی کرد که بالا ایشون امام و لیس الامر کما زعم من ادعى ان توفى ولا خلف له و ادعای که این گفتن که حسن عسکری فرزند نداشته و از دنیا رفته بوده این قضیه ادروخس وكيف يكون امام قد ثبتت امامته ووصيته وجرت امور على ذلك وهو مشهور عند الخاص والعام و ثم توفى ولا خلف له ولكن خلفه و قائم ولد قبل وفاته بسنين بالسنين بعد از وفاته بشه سال پیش اه بوجود آمد اين همون فرقه به اصطلاح 12 فرقية است فرقه ششم که بعد از حسن عسکري بوجود آمد اين فرقه در هم هي فرقة الحادي عشرة عند القمي، اه فرقية ياز داهم ياز دايمومي دا, دا, امامي دا نزل قمي و داوز دايمومي. على كل حال، وقتها على وموت الحسن وانا اسمه محمد وزعموا ان اباه امر بالاستتار في حياته مخافة عليه وهو متستر وخاف في تقية عن عمي جعفر. مي بيبينت مشكل رو بينت دار كوجوز، مي كان كاين امام الزمان شون كيب عموش جعفر، جعفر الكذاب، جعفر ابن علي یک انسان فاجر فاسق شرابخور یعنی ب... 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 بی عزت و ذلیل و خار بوده طبق چیزی که در کافی اومده بود حسن عسکری از ترس عموی فرزندش چیکار کرده بوده این فرزندش رو پنهان کرده بوده و به کسی نگفته بوده که ایشون بعد از حسن عسکری امام است این فرقه دیگر تشکر میکنم احمد جان بریم رو فرقه افتم فرقه هفتوم این کتاب فرقشی است این هم شناسنامه هست فرقه 187 این چی گفتن؟ انه لا ولد للحسن اصلا 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 نداشته نداشته لأن قد امتحنا ذلك و طلبناه بكل وجه میگه ما هر چی کار کردیم و جاسوسی کردیم و تفتیش کردیم خلاصه ایشون اصلا فرزندی نداشته و در زمان زندگیش هم فلم نجد ولو جاد لنا ان نقول في مثل الحسن بن و وقد توفى ولا ولد له ظاهر این اینو گفتن که اصلا فرزندی نداشته لجاد مثال در حال کل میت و اگر قرار بر این باشه که ما واقعا این گروه کمی عقل داشتن اگر قرار باشه که هر کسی بیاد بعد از مرگش ما براش فرزند ادعا بکنیم خب هر مرده ای بعد از ایشون کسی بیاد ادعا بکنه که فرزندش مثلا بعد از خمینی مثلا یک کسی بیاد بگه والا من جدیدن خانم به اسم سکینه ادعا کرده که همسر دوم خمینی است و قضیهش تو سایت های اجتماعی هم پخش شده الله اعلم چقدر صحت داره یا نداره خانم سکینه قومی ادعا کرده که زن دوم خمینی است و خلاصه یکسری اسرار رو داره الان فاش میکنه اگر قرار بر این باشه که هر کس بعد از مرگ یک شخصی بیاد ادعا بکنه که فرزند اون طرف خب دنیا همش حرج و مرج میشه هر کس میاد یک دایی میکنه مثل این مسخره بازی که اینا در میگه که حتی در نبی صلی الله علیه سلم این چی اتفاق براش میخواد یا قال خلف ابن نبی و رسول که کسی بیاد ادعا بکنه که بعد خودش پسری گذاشته که پیامبر است و نبی است و رسول است خلاصه این یک فرقه دیگه بودن که یک سری خزعبلات دیگر رو به خورد مردم دادن همینطوری باور کنید اگر تا فردا صبح من بشینم اینجا با فرقه های اینا رو بشنید دیدید فرقه 187 بودیم. هر امام بعد از اون ده 20 فرقه به وجود می اومد چهار تا دروغگوی برای اختلاس برای به جیب زدن خمس و سهم امام می اومدن ادعا میکردن کردن و همین این فرقه اصناعشری هم یکی از این فرقه منت چی شد؟ چرا اسماعیلیا ها نتونستن قدرت بگیرن؟ چرا ده امامی و یه امامی و شیش امامی و پنج امامی و زیدی و اینا نتونستن انقدر منتشر بشن در دنیا؟ چرا اصناعشری منتشر شد؟ چون که اینا به قدرت رسیدن فقط همین و الا امروز اگر در ایران اسماعیلیا به قدرت می رسیدن امروز اکثریت شیعه در جان اسماعیلی بودن شانسشون صفوی آمدن به قدرت رسیدن و مردم ایران رو به زور شیعه کردن شیعه دوازده امامی و الا اینا اکثریت نبودن یک اقلیت ناچیز شیعه بودن اینا یک اقلیت ناچیز بودن چطور شد که امروز اکثریت شدن هر جا که بگی شیعه میگن دوازده امامی چون که به حکومت رسیدن قتل عام کردن دزدیدن زنا کردن فحشا فساد مملکت رو به گند کشیدن چون حکومت دستشون افتاد امروز اینا دارن حرف اول رو میزنن این هست حقیقت دین و مذهبتون کسایی که میاد اللهم عجل ولی الفرج اول اون ولی رو برای من پیدا بکن کدوم ولی جعفر شرابخور کذاب فاسق فاجر طبق گفته کافی یا محمد ابن حسن عسکری که در فرق شیه فرقه شیشون بعد از مرگ حسن عسکری اومده که مادرش کنیز رومی بوده که در بازار برده فروشی داد میزنه که پرده افت شد دریدن کدومش؟ اینا رو اول برای ما نشاندهی بکنید بعد از اون بیاید براش بگید که اللهم عجل لولیک الفرج